سلام وقتتون بخیر فرمان عزیزی هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب Basic Grammar in برای دیدن آموزش همه ای قسمت این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و همه آموزش ای های این کتاب رو به صورت رایگان تماشا کنید خب بریم به بررسی درس امروز رو پردازیم فقط قبل از شروع درس اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید سوالات و نظرات خودتون رو هم در قسمت کامنت بنویسید رسیدیم به درس 78 تو این درس میخوایم درباره دو تا کلمه ایه. every و all صحبت کنیم ببینید every یعنی هر all یعنی همه خب این کلمه تلفظش تو بریتیش به این صورت all و تلفظش توی امریکن به این صورت all خب این دو تا کلمه دیترمینر هستن خب دیترمینر ها چی هستن کلمات یعنی که قبل از اسامی میان البته all علاوه بر اینکه دیترمینر هست زمیر هم میتونه باشه خب گفتم این دوتا کلمه قبل از اسامی میان دیگه حالا میخوایم تو این درس یاد بگیریم که این دوتا کلمه قبل از چه اسامی میان ببینید every گفتم معنیش یعنی چی؟ هر every فقط میتونه قبل از اسامی قابل شمارش مفرد بیاد به عبارتی اسمی که بعد از اوری میاد باید اولا قابل شمارش باشه دوما مفرد باشه به این صورت حالا ببینیم که بعد از آل چه اسم میاد ببینید آل معنیش یعنی همه بعدش میتونه هم اسم قابل شمارش بیاد هم میتونه اسم غیر قابل شمارش بیاد خب حالا بریم به بررسی مثالاش بپردازیم تا این مطلب رو بهتر متوجه بشیم مثال اولش نگاه کنید Every student in the class passed the exam میگه هر دانش آموز در کلاس امتحان رو پاس کرد امتحان رو قبول شد تو این مثال میبینیم که بعد از Every اسم قابل شمارش مفرد اومده نگاه کنید Student یعنی دانش آموز این اسم مفرد قابل شمارش هم هست خب حالا بیام این جمله رو با All بگم میگم All the students in the class passed the exam همه دانش آموز ها در کلاس امتحان رو قبول شدن یا پاس کردن همونطور که اینجا مشاهده میکنید اینجا بعد از all یه اسم قابل شمارش اومده students یه اسم قابل شمالشه که میبینیم اینجا به صورت جمع اومده معنی که ما از این دوتا جمله برداشت میکنیم یکیه هر دانش آموز در کلاس امتحان رو پاس کرد همه دانش آموز ها در کلاس امتحان رو پاس کردن این دو تا جمله تقریبا معنیشون یکیه یه مثال دیگه Every country has a national flag هر کشور یک پرچم ملی دارد اینجا بعد از every یه اسم قابل شمارش مفرد آمده country یه اسم قابل شمارش مفرده حالا این جمله رو بیم با all بگیم به این صورت میشه All countries have a national flag همه کشورها یک پرچم ملی دارن flag یعنی پرچم خب اینجا تو این مثال کانتریز یه اسم قابل شمارش هست که به صورت جمع اومده مثال دیگه Every house on the street is the same هر خونه ای در خیابون شبیه به همه اشاره میکنه به این تصویر الان house یه اسم قابل شمارش مفرده حالا این جمله رو بیم با all بگیم All the houses on the street are the same. همه خونه ها در خیابون شبیه به همه. حالا اینجا. All information about the product is confidential. میگه همه اطلاعات درباره محصول محرمانه هست. Confidential یعنی محرمانه. خب اینجا ببینید بعد از all یه اسم غیر قابل شمالش اومده. Information یه اسم غیر قابل شمالشه. پس بعد از every یه اسم قابل شماشون مفرد میاد بعد از all هم میتونه اسم قابل شمارش بیاد هم میتونه اسم غیر قابل شمارش بیاد خب حالا چند تا دیگه از مثال های کتاب رو هم بخونیم سارا has been to every country in Europe میگه سارا در هر کشوری در اروپا بوده است بعد از every یه اسم قابل شماشون مفرد اومده country اسم قابل شماشون مفرده She looks different every time I see her. میگه هر بار که من اونو میبینم او متفاوت به نظر میرسه اینجا تایم یه اسم قابل شمارش مفرده البته اگه یادتون باشه تو, تو درس های قبلی گفتم تایم اگه معنیش زمان باشه یا وقت باشه یه اسم غیر قابل شمارشه اگه معنیش بار یا دفعه باشه یه اسم قابل شمارشه اینجا معنیش یعنی بار یا دفعه میگه هر بار که من اونو میبینم خب این از نکات مربوط به اوری و آل حالا یه نکته دیگه هم اینجا خدمتتون عرض کنم ببینید اگه فاعل جمله اوری به علاوه یک اسم باشه فعل بعد باید چی باشه مفرد باشه به این جمله دقت کنید Every room is very clean هر اتاقی خیلی تمیزه الان اینجا فاعل جمله چیه Every room فعلی هم که بعدش اومده چیه مفرده is مفرده در مورد مفرد و جمع بودن افعال تو زبان انگلیسی توی فیلم های قبلی کامل صحبت کردم از مفرد آر جمع واز مفرد ور جمع هز مفرد هف جمع اگه با آخر فعلی تو زمان حال ساده اس یا ای اس فصل بشه اون فعل هم مفرد محسوب میشه الان فاعل جمله از چی تشکیل شده؟ از اوی به علاوه یک اسم خب در چنین حالتی فعل بعد ما باید چی باشه؟ فعلی که بعد از این فاعل میاد باید مفرد باشه یه مثال دیگه Every player was given $1,000 به با هر بازیکن هزار دلار داده شد فاعل جمله چیه؟ Every player بعد از every اسم قابل شمارش مفرد اومده فاعل جمله که every برای یک اسم باشه فعل بعدش هم باید مفرد باشه اینجا was مفرده Every house has a kitchen. هر خونه ای یا آشپزخونه داره. فائل جمله Every house هست فعلی که بعدش میاد باید مفرد باشه. خب حالا یه نکته هم در مورد کلمه all خدمتون ارز کنم. ببینید ما گفتیم که بعد از آل یا اسم قابل شمارش میاد یا اسم غیر قابل شمارش میاد. حالا بین آل و اون اسمی که بعدش میاد این کلمات میتونه قرار بگیره. یعنی بین آل و اسم اسمی که بعدش میاد یکی از اینها هم ممکنه بیاد ممکنه و بیاد حرف تعریف معرفه بیاد ممکنه صفات ملکی بیاد ممکنه صفات اشاره بیاد ممکنه عدد هم بیاد نگاه کنید all the students in the class passed the exam همه دانش آموزا در کلاس امتحان رو قبول شدن یا پاس کردن اینجا بعد از all students رو داریم که یه اسم قابل شمارش جمعه حالا بین all و این اسم قابل شمارش چی اومده؟ حرف تعریف معرفه اومده all the students مثال دیگه all my friends were at the party همه دوستان هم در مهمانی بودند خب اینجا بعد از all friends یه اسم قابل شمارش اومده حالا بین این all و اسم قابل شمالش چی اومده؟ صفت ملکی اومده ما این صفت ملکیه همه دوستانم All this food must be eaten today همه این غذا امروز باید خورده بشه حالا بین all و این اسم چی اومده اینجا؟ صفت اشاره یه this اومده مثال بعدی All 25 students failed exam همه 25 دانش آموز امتحان رو مردود شدن بعد از آل یه اسم قابل شمارش اومده حالا بین آل و این اسم قابل شمارش عدد اومده یه حالت دیگه هم وجود داره اینه که اصلا ممکنه هیچ کدوم از این چهارتا هم نیان نگاه کنید All children love stories همه بچه ها داستان دوست دارن اینجا بعد از آل یه اسم قابل شمارش اومده و میبینیم که هیچ کدوم از این چهارتا بین آل و این اسم نیومده نکته بعدی که کتابش اشاره کرده تفاوت everyday و all day هست ببینید day یعنی چی؟ روز میخوایم ببینیم اگه قبلش every بیاد چه معنی داره اگه قبلش all بیاد چه معنی داره ببینید everyday معنیش یعنی هر روز all day معنیش یعنی تمام طول روز تمام طول یک روز این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نگیرید وقتی که میگیم everyday یعنی اون کاره هر روز انجام میشه وقتی که میگیم all day یعنی اون کاره در تمام طول یک روز انجام میشه مثالش رو ببینید I study everyday من هر روز درس میخونم یا مطالعه میکنم یعنی چی؟ یعنی شنبه درس میخونم یک شنبه درس میخونم دو شنبه هر روز هر روز این کار رو انجام میدم حالا I studied all day. تمام طول روز رو درس خوندم یا مطالعه کردم. اینجا منظورش یک روزه. Every منظورش همه ی روز هاست. هر روزه. ولی all day منظورش یک روز هست. مثال دیگه It rained every day last week. میگه هفته گذشته هر روز باران بارید. یعنی از شنبه تا جمعه باران بارید حالا it rained all day yesterday میگه دیروز کل روز بارون اومد این جمله منظورش یک روزه و حالا کلمات مربوط به زمان رو در نظر بگیرید مثل week یعنی هفته month یعنی ماه year یعنی سال summer یعنی تابستان خب این every و all میتونن قبل از اینا هم بیان که تفاوتشون خیلی مشخصه مثلا Every week یعنی هر هفته All week یعنی تمام طول هفته این مثلا Every morning یعنی هر صبح All morning یعنی تمام طول صبح مثالش رو ببینید He eats breakfast every morning میگه هر صبح صبحانه میخوره یعنی صبح شنبه صبح یک شنبه صبحانه میخوره صبح دوشنبه شنبه صبحانه میخوره و تا آخر حالا اینجا He ate breakfast all morning تمام طول صبح صبحانه خورد اینجا منظورش همه صبحانه نیست اینجا منظورش یک صبحه We go swimming every week هر هفته میریم شنا حالا We worked all week تمام طول هفته ما کار کردیم اینجا منظورش یک هفته است تو مثال بالا منظورش هر هفته است حالا مثال خود کتاب Bill watches TV for about two hours every night. میگه هر شب بیل حدود دو ساعت تلویزیون تماشا میکنه. Every night یعنی هر شب. حالا on Monday I watch TV all night. میگه روز دوشنبه تمام شب رو تلویزیون تماشا کردم. اینجا منظورش یک شب هست. ولی تو مثال بالایی منظورش همه شب ها بود. و اون به این سراغ مطلب آخر ببینید در درس های قبلی درباره زمایل مبهم صحبت کردم یه دست از زمایل مبهم داخلشون every بود مثل everyone, everybody, everything, everywhere اینا زمایل مبهمی هستن که داخلشون کلمه every هست خب این درس چون داشت راجع به every صحبت میکرد یه اشاره هم کرده به زمایل مبهمی که داخلشون every هست حالا گفته که زمایل مبهم اگه فاعل جمله باشن فعلی هم که بعدشون میاد چی باید باشه مفرد باید باشه مثلا everyone has problems میگه همه مشکلاتی دارن اینجا everyone فاعل جمله است یک زمین مبهمه فعلی که بعدش اومده چیه مفرده گفتم بهتون مفرد و جمع بودن فعل ها تو زبان انگلیسی به اینا خلاصه میشه is مفرد آر جمعه was مفرد ور جمعه has مفرد هاف جمعه و در زمان حال ساده اگه با آخر فعل اس یا ای اس اضافه کنیم اون فعل مفرده مثالش نگاه کنید Everyone needs passport to go abroad میگه همه به پاسپورت نیاز دارن که به خارج برن اینجا everyone فاعل جمله است یک زمیر مبهمه فعلی هم که بعد شما مفرده نگاه کنید need یعنی نیاز داشتن آخرش اس که اضافه شده اومده این فعل رو مفرد کرده تو زمان حال ساده اگه با آخر فعلی اس یا ای اس اضافه کنیم تبدیل به مفرد میشه مثال بعدی everybody was happy یه همه خوشحال بودن اینجا everybody فعال جمله است فعلی هم که بعدش اومده مفرده یا everything is perfect همه چی عالیه everything یک زمیر مبهمه غیر انسانی است که فعال جمله است فعلی هم که بعدش اومده مفرده is مفرده خب به پایان این ویدیو آموزشی رسیدیم امیدوارم که تو مفید بوده باشه با موفقت موفقیت برای همه شما یادگیرندگان عزیز